پنجمین روز شهریور ماه برابر با 27 اوت، روز بزرگداشت و تولد محمد ابن زکریای رازی، دانشمند ایرانی. محمد ابن زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی، شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا همان اسید سولفوریک مشهور است، در شهر ری متولد شد و در اوان جوانی به فراگیری علم کیمیا و شیمی پرداخت و در اثر بخار و دود ناشی از زرگری چشمهایش ورم کرد و برای معالجه نزد طبیبی رفت. آن طبیب 500 اشرفی طلا به عنوان حق معالجه از او گرفت و به رازی گفت کیمیا همین است، نه عملیات تو. محمد ابن زکریا از آن پس ترک کیمیاگری کرد و در سن 40 سالگی به تحصیل طب پرداخت تا آنکه مرجع تمامی اطبای زمان خود شد و به عنوان پدر علم شیمی مشهور گردید. سال 1238 خورشیدی برابر با 1859 میلادی، حفر اولین چاه نفت دنیا در آمریکا و آغاز عصر نفت. مهمترین کشف نیمه دوم قرن 19 هم که تأثیر شگرفی در توسعه صنایع و وسایل حمل و نقل بر جای گذاشت، کشف نفت و مشتقات آن است. هرچند نفت در قرون گذشته برای روشنایی و گرما استفاده می‌شد، ولی اولین چاه نفتی جهان در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر شد. تا قبل از حفر نخستین چاه نفت، به کمک وسایل جدید حفاری، این ماده ارزنده فقط از چشمه‌های سطحی نفت یا چاه‌های کم عمق که به وسیله دست حفر می‌شد استخراج می‌گردید و موارد استفاده از نفت خام نیز محدود بود. سال 1341 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، پرتاب اولین سفینه فضایی برای تحقیق درباره سیاره زهره. نخستین سفینه‌ای که توانست به آرامی در زهره فرود آید ونرا 7 بود که این سفینه با یک موشک مولینا از پایگاه پرتاب‌های فضایی بایکونور راهی زهره شد. ونرا 7 پس از سفری 120 روزه در 15 دسامبر به سیاره زهره رسید و به ارسال اطلاعات از جو سیاره پرداخت. با ارسال اطلاعات از سطح زهره، تفاوت‌های درجه حرارت و فشار جوی در ارتفاع‌های مختلف زهره روشن شد. سال 1344 خورشیدی برابر با 1965 میلادی، در گذشته لو کوربوزیه، بزرگترین معمار قرن 20. لو کوربوزیه که در شهر لاشودوفوند سوئیس به دنیا آمده بود، چون پدرش به ساعت سازی اشتغال داشت، از 13 سالگی به مدرسه صنعتی فرستاده شد تا ساعت سازی را بیاموزد، ولی او خود را در رشته معماری ثبت نام کرد و در 17 سالگی اولین نقشه خانه خودشان را به بهترین وجه کشید و پس از چندی بنگاه مستقل معماری در پاریس تأسیس کرد. وی پس از چندی مجله ادبی و هنری روح تازه را منتشر کرد و با انتشار مقالات تجددخواهانه خود بر ضد متدهای کهنه معماری مطالبی نگاشت. وی در این سالها طرح‌ها و ماکت‌های فراوان و سرشار از اندیشه‌های خاص خود را به وجود آورد و ساختمان‌ها و همچنین چندین شهر را به شیوه نوین طراحی نمود و تئوری‌های خود را به مرحله اجرا رسانید.